روزنامه پراودا دم از پراودا می زند. روزنامه پراودا با اینکه بیش از یک قرن از عمرش می‌گذرد هنوز خودش را از تکوتا نینداخته است. اسم روزنامه که در زبان روسی حقیقت معنا دارد از کتاب قدیمی روسکایا پراودا یعنی حقیقت روسی گرفته شده است. انتشار رسمی پراودا سال 1912 است، اما پیش زمینه اون به سالهای 1903 و 1905 میلادی برمیگردد. در 1903 مهندسی به نام کاژونیکوف پراودا را در قالب یک نشریه ادبی هنری ارائه میداد و از اکتبر 1908 است که با همت تروتسکی رنگ و بوی سیاسی می گیرد. تروتسکی پراودا را که سوسیال دموکرات های روسیه در اختیار داشتند در غرب اوکراین شهر لویف و در اتریش در وین به چاپ می رساند و مخفیانه به روسیه می فرستاد. چند سال بعد سال 1912 پنجم ماه می روز تولد کارل مارکس، لنین، ولادیمیر ایلیچ اولیانوف، لنین به پراودا هویت تازه می دهد. در همون سال مأمورین تزاری اعتصاب کارگران یک معدن طلا را با گلوله پاسخ دادند. پراودا که به عنوان روزنامه طبقه کارگر روسیه جا افتاده بود سنگ تمام گذاشت و نوشت خون 170 کارگری که جان باختند پایان دیکتاتوری را نوید می‌دهد. بدون تردید انقلاب در راه است. این روزنامه بارها از سوی عملی استبداد مورد آزار و پیگرد قرار گرفت. زمانی در نروژ هم چاپ می شد و از آنجا بلشویک ها بسته های روزنامه پراودا را قاطی بشکه های ماهی که به روسیه صادر می شد می گذاشتن تا از چشم مأمورین تزاری مخفی بماند. پراودا گاه با اسامی دیگر هم منتشر می شد تا از شر سانسور و توقیف در امان بماند. بعد از کامنوف که با نظر لنین به شورای دبیران پراودا پیوست و اون روزنامه را که قرار بود ناشر همه احزاب چپ و گروه های منشأ باشد قبضه کرد، مولوتوف که اون زمان دانشجوی جوان بود سردبیر پراودا شد. لنین برای پراودا مقاله می نوشت و یک بار ضمن اشاره به بیماری اصلاح طلبی که به قول او شبه سوسیالیست های بزدل و بی‌اعتقاد به اون دوچار می شوند هشدار داد که جنگی جهانی در پیش است. جنگی جهانی در پیش است و زرندوزان طمع و هار توده های مردم را به مسلخ خواهند فرستاد. حتما چنین خواهد شد. و می دانیم که جنگ روی داد. برحال دیوارها کنار رفتند و فاتحه تزار هم خوانده شد. در فوریه 1917 که موج انقلاب و جنب و جوش در روسیه درگرفت، پراودا هم نفس تازه کرد
و با بازگشت لنین به روسیه تبدیل شد به زبان انقلاب و به روزنامه رسمی دولت. پراودا مثل هر موجود زنده ای از کوچه پس کوچه های زیادی گذشته و دوره های مختلفی را داشته است. از تأسیس و آغاز کار در 1903 تا انتشار اون توسط تروتسکی در 1908، از اون زمان تا 1912، از 1912 تا 1917، از انقلاب اکتبر تا فروپاشی شوروی 1991 به بعد، از دوران یلسین که پراودا زیر ضرب رفت غارت شد تا سال 1997 که حزب کمونیست فدراسیون روسیه دوباره مالکیت اون را به دست آورد، خلاصه فراز و فرود بسیار داشته است. فراز و فرود شوراها در شوروی سابق، دوران استالین بد و خوبش و زمانه خروچف به بعد هم، همه تأثیر خود را بر پراودا گذاشته است. در انقلاب اکتبر 1917 روسیه و نوسان قدرت در حزب کمونیست شوروی، پراودا بی‌نقش نبود، مبشر انقلاب بود و در مراحلی نقش تعیین کننده داشت. گفتمان ساز بود و موضع‌گیری‌هایش درس ها دارد. آشنایی با پراودا حتی برای کسانی که مثل من کمونیست نبوده و نیستم نیز ضروری است. واقعش این است که ستمگران از اون روزنامه حساب می بردن. لنین به اون امید و تکیه داشت. نازی ها نسخه تقلبیش را چاپ می کردند و استالین دستور قتل شماری از گردانندگانش را داد. پراودا روزنامه مهم و تاثیرگذاری بود. میلیون ها نسخه تیراژ داشت و گاه 14 میلیون تیراژ داشت. با اشتیاق دست به دست میگشت و نازی ها، همونطور که گفتم، به خاطر نقش مثبت اون پراودای جعلی میساختند و منتشر میکردند. این روزنامه برخلاف نیت پاک لنین به عامل سرکوب مبدل گشت. سوهان روح روشن فکران شد. با نظر لنین روزنامه پراودا در آغاز سنگ صبور توده های مردم بود، آینه جامعه بود و آنان می توانستند پیشنهادات و نظرات خودشون را به گوش بالاترین مقامات کشور برسانند و در همه تصمیمات مربوط به کشورشون شرکت کنند. اما با گردش اوضاع و قلع و قمع بهترین انقلابیون توسط استالین، پراودا هم به جلد هیئت حاکمه در آمد. در میان نویسندگان اون روزنامه البته کسانی بودند که علیه هیئت حاکمه نق و نق میکردند، اما به اندازه کافی شجاع نبودند و تیغشون به چاپلوسان نمیرسید. امثال ایگور گایدار و گنادی سلزیونوف هم که بعداً به ساز یلسین رقصیدند، شهامت حق‌گویی و دفاع از مظلوم را نداشتند. امثال آنان هر طرف باد میوزید هیشون میکردند. لنین شخصا بازبین نهایی مطالب پراودا بود. البته او چیزی را سانسور نمیکرد، غلط ها را میگرفت. از نظر او مطبوعات سلاحی برای جنگ طبقاتی بود. میخواست پراودا به مردم آموزش بدهد و یک وسیله تبادل نظر عمومی باشد. به نظرات تازه که در پراودا چاپ می شد ارج می نهاد و شخصا رسیدگی می کرد. انتشار اخبار مؤسسات دولتی با روزنامه ایزوستیا بود و لنین از دبیران پراودا خواسته بود پراودا زبان مردم باشد، درد آنان را منعکس کند. دوست نداشت وسیله تبلیغات سازمان های دولتی بشود و با تمجید و تعریف مقامات محلی آلوده گردد. عمیقاً باور داشت اگر روزنامه انقلاب بی محتوا و تکراری بشود، اگر به مدح و ثنای رهبران آلوده گردد
اگر هیچ مطلب تازه و به درد بخوری نداشته باشد، سازمان انقلاب و حزب از چشم مردم خواهد افتاد. اما افسوس، انقلاب فرزندان خودش را می خورد. لنین که درگذشت و جزمیت فلسفه حزبی هر منتقدی را دشمن و برید مزدور و نفوذی بیگانه جلوه داد، پراودا هم از این رو به اون رو شد. الناس علی دین ملوک اون به رنگ حاکمیت در آمد. پراودا دستگیری، محاکمه و تیرباران کسانی که از دید استالین و مریدانش خائن به حزب و نفوذی دشمن بودند، از 12 ژوئن سال 1937 با انتشار یک مقاله در روزنامه پراودا کلید خورد. پراودا با خطوط دروش نوشته بود: صدای چکمه های کثیف آلمان و ژاپن دارد به گوش میرسد. ما هر گردنی را که در برابر خارجیان و دشمنان به حالت تعظیم فرود آید میشکنیم، قطع میکنیم. اختاپوس دشمن را در میهن خود فلج میسازیم. نیش زهراگین ما را پیش از این که موفق بشود میکشیم. کسانی که زایده انقلاب هستند نبایستی به مادر خود انقلاب خیانت میکردند. باید سزای خود را ببینند. و بالاخره بخارین، مارشال نوخاچفسکی، چریاکوف و خیلی های دیگر در صف قربانیان قرار گرفتند و تیرباران شدند. پراودا حتی پایش را در کفش هنرمندان هم کرد. در سال 1936 و 43 به دیمیتری شوستاکوویچ که یکی از بزرگترین آهنگسازان سده 20 شناخته می شد و به نظایر او گیر داد و آنان را به توبه واداش. همون شوستاکوویچی که سمفونی با شکوه لنینگراد، سمفونی شماره 7 را خلق کرده است. در ژانویه 1936 در روزنامه پراودا نقدی منتشر شد با تیتر هیاهو به جای موسیقی. در این به اصطلاح نقد، شوستاکوویچ متهم شده بود که به جای بازتاب احساسات خلق قهرمان شوروی، هنر خود را در خدمت دشمنان طبقاتی قرار داده است. بعد از این نوشته چرکین در پراودا، هواداران حزب برای اون هنرمند والا خط و نشان کشیدند و مزدور مزدور سر دادن. در اون قیل و قال که شوستاکوویچ فوش باران شده بود که به رهبری خیانت کرده و سزایش اعدام است، اپرای زیبای لیدی مکبس سانسور و به مدت 5 سال توقیف شد. سال 1948 مجددن در همین رابطه پراودا ساز هیئت حاکمه را زد. کمیسرها میبایست موسیقی سوسیالیسم واقع گرایانه را به آهنگسازان تحمیل کنند و هر کس که جز این بپندارد دورش بیندازند. مردم در سراسر اتحاد جماهیر شوروی به اتفاق آرا فرمالیست ها را محکوم میکنند. آنها میخواهند با تمام کسانی که نامشون در لیست سیاه آمده مثل وطن فروشان رفتار شود. سمفونی های روشن فکر مآب دیگر بس است، کافی است. آهنگسازان ضد مردمی و ضد سوسیالیست باید تکلیفشون یک سره شود. شوستاکوویچ، پروکوفیف، خاچاتوریان، مایاکوفسکی. نویسنده مرشد و مارگاریتا میخائیل بولگاکوف، نابغه تئاتر شوروی که نمایشنامه معروفش خانواده توربین ها بارها و بارها از سوی استالین دیده شد و 12 سال تمام در تئاتر هنر مسکو به اجرا درآمد نیز، همانند شوستاکوویچ از نیش‌های پراودا در امان نماند. شوستاکوویچ را بیشتر به خاطر اپرای لیدی مکبس آزار دادند. در مراسم توبه او را مقابل جمعیت شلاق زدند. روزنامه پراودا برای دستگیری سوالود امیلاویچ مای هولت هم زمینه چینی کرد. سوالود امیلاویچ مای هولت از چهره های اولیه تئاتر مدرن،
یکی از طرفداران پروپا قرص نمادگرایی در تئاتر و از کارگردانان بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود. او را بعد از دشنه آجین کردن همسرش به زیر شکنجه بردند و با زور از او اعتراف گرفتند که مزدور دشمن است، مزدور ژاپنی هاست، مزدور انگلیسی ها هم هست. بعد هم تیربارانش کردند. متاسفانه اینها واقعیت است. تبلیغ امپریالیست ها نیست. نازی ها هم اون را نساختند. خودمون را بازی ندهیم. واقعش این است که با زمین چینی روزنامه پراودا که مدام ورگ نرودا ورگ نرودا میکرد، یعنی دشمن خلق دشمن خلق، با زمین چینی پراودا جبر جو در زمان استالین جمع چاپلوسان را بر سر هنرمندان و نویسندگان آزاده میریخ. به وجود آوردن محیطی که کسی جرأت ابراز مخالفت با نظرات آقا بالاسر را نداشته باشد و حتی انقلابیون صدیق هم در لاک خود فرو روند، خروچف‌های متقلب را بار می‌آورد که حاضرند به هر سازی برقصند. جبر جف جمع چاپلوسان را بر سر نویسندگان آزاده می‌ریخ و امثال بوریس باسترناک، الکساندر استایوویچ آویدینکو، اوسیب مندلشتام، پلاتونوف و یوگنی الکساندروویچ یفتشنکو را به توبه و به چاپلوسی وامی داشت. آویدینکو که حزب کمونیست اینجا و اونجا دستش را بند کرده بود و در روزنامه پراودا نیز مسئولیت داشت، چون استالین و مریدانش به فیلمنامه قانون زندگی که او نوشته بود گیر داده بودند، از همه جا، از حزب، اتحادیه نویسندگان، مطبوعات و حتی خانه‌ای که در مسکو داشت و از پراودا اخراج شد. آویدینکوی بیچاره بعدها شعر مشمئز کننده زیگ را سرود و عزیز شد. پراودا هم شعر وی را به عنوان متن لالایی برای نوباوگان شوروی چاپ کرد. اوه استالین رهبر بزرگ همه خلق‌ها، تو که انسانیت را زندگی بخشیدی، تو که زمین ها را بارور کردی، تو که قرن را جوان کردی، تو که بهار را به وجود آوردی، تو که گیتار را به نغمه در می آوری، تو گل بهاران من هستی، خورشیدی هستی که از هزاران قلب دوباره بیرون می زند. در سال 1946 اتحادیه نویسندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چاپلوسی را به اوج برساند و زبان یکی از مداحان افسوس می‌خورد: حیف که نمی‌شود استانی را با کوه و دریا و ماه و خورشید مقایسه نمود. می‌خواهم او را با کوه مقایسه کنم، اما کوه در قله‌اش خط می‌شود. می‌خواهم با دریا مقایسه‌اش کنم، اما دریا هم در ساحلش پایا می‌پذیرد. با ماه می‌سنجم، ولی ماه نیز تنها در شب‌ها می‌تابد و روز پیدایش نیست. با خورشید مقایسه میکنم، اما خورشید غروب میکند و در شب غایب است. فراموش نکنیم شخصیت پرستی که یک جریان تاریخی بشری است و با اعتقاد به توده مردم منافات دارد، تنها خاص استالین نیست. اسم استالین بد در رفته است. دیگران هم مقام قدوسی داشتند و هم اکنون همین الان هم خیلی های دیگر در همین حال و هوا به سر میبرند. جدا از مسئولیت خود فرد، فرد دوگانه و مشرکی که رضا میدهد بادش کنند و تافته جدا بافتش پندارند، ویژگی های جامعه و حزب و سازمانی را که با بت پذیری چفت دست و میانه دارد هم باید در نظر گرفت. آستین چنین جمعی البته بسد البته مار می پرورد و اون مار فردا نه پس فردا نیش خواهد زد. فرد پرستی محصول نظام و روابط بو گرفته و کپک زده است و این را نویسندگان پراودا می دانستن. فرد پرستی محصول نظام و روابط بو گرفته و کپک زده است و متقابلا فرد بود شده به همون نظام و روابط چرک تازه می ریزد.
وقتی کسی به عرش برده می شود و او هوا برش می دارد و خود را طاووس علیین شده می پندارد، البته به محض اینکه میخش را کوبید و زیر پایش را محکم کرد، با لجن پراکنی و ریختن خلایق بر سر منتقد خیش، جواب کلمه را نه با کلمه، با جفسازی و زندان و خیمه شبازی خواهد داد. در چنین جبر جو و هوای مهالودی که نفسها در سینه حبس و سرها در گریبان است، ولی مریدان احساس شکفتن و بال در آوردن دارند، هر اون کس نطق بکشد وراگنروداس دشمن خلق است، ضد انقلاب است، به قول روزنامه پراودا. پراودا تراژدی کاتین را هم وارونه جلوه داد. کشتار روشنفکران و افسران لهستانی در سال 1940 توسط استالین و بریا رهبری شده و مولوتوف و روشیلوف، کلینین، میکویان و کاگایونوویچ اعضای دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی و چندین بازجو در اون نقش داشتند. نقش انکویده یعنی پلیس مخفی، کمیساریای خلق برای امور داخلی، در این واقعه تردید بر نمی دارد و اکنون همه اسناد جلوی روی ماست. روزنامه پراودا یعنی همون حقیقت، چند روز بعد از انتشار اخبار مربوط به قتل عام کاتین اینجور نوشت: خون صدها هزار قربانی به گردن قاتلان نازیست، به گردن فاشیست هاست و هیچ لهستانی دروغشون را باور نمی کند. قاتلان به زودی به سزای جنایات خودشون خواهند رسید. بی تردید نازی ها این جنایت کاتین را مرتکب شدند. قلم های چاپلوس در روزنامه مزبور کوچک در این اشارهی به اصل داستان نمی کردن. گویی تنها چیزی که برایشون مطرح نبود همون پراودا یعنی همون حقیقت بود. پراودا نوشته است: چرا و چگونه نازی ها افسران لهستانی را در کاتین کشتند؟ در کاتین جنایت شده است. صدها هزار لهستانی را فاشیست ها به طور سیستماتیک به قتل رساندند. از حق نگذریم، استالین خدمات زیادی هم کرد و برخلاف دروغ‌های مرتجعین او شر مطلق نبود و نباید قضاوت فاشیست‌ها را درباره وی داشته باشیم، اما اشتباهات هولناکی هم داشت. او فقط خودش مقصر نبود. در پراودا امثال مولوتوف وی را به عرش اعلا می‌بردند و تافته جدا بافته جلوه می‌دادند. عاقبت چی شد؟ عاقبت آتش گرفت و خشک و تر با هم سوختن. نیکلای بخارین، سردبیر سابق پراودا، میخائیل کلسوف، نویسنده کتاب جنگ داخلی اسپانیا که در پراودا می نوشت، و خیلی های دیگر همه درو شدند. تصفیه های خونین دامن پراودا را هم گرفت. حالا اینا رو گفتم، باید به این واقعیت هم اشاره بکنم که پراودا همهش نقش منفی نداشت. جدا از مفاسدی که به اون آلوده شد، فرهنگ سازی میکرد. در خرافات ستیزی، در آموزش افکار عمومی، پراودا نقش بارزی داشت. مدت ها برنامه های خوب رادیو را تمام و کمال، رادیو شوروی را پیاده میکرد و در اختیار مردم قرار میداد. برنامه هایی که به علم و دانش بهای بسیار میداد و آموزش موسیقی و آشنایی با شاهکارهای عالم سینما، هنر و ادبیات را در دستور کار خود داشت. اگر پای صحبت مردم در جمهوری های شوروی سابق بنشینیم و به شما اعتماد بکنند، از بیشتر آنها میشنویم که رانش بلا لوچه، قبلا بهتر بود، گذشته بهتر بود. تک و توک می شنیدم که کاش اصلا مارکس و انگلس و چرنیشوفسکی و امثال اون نبودن و مگر تزار چه عیبی داشت. اما نظر اغلب مردم این بود که اوضاع کشور ما در گذشته از دوران یلسین به بعد خیلی بهتر بود. در استونیا، لاتویا و لیتوانیا مردم این نظر را ندارند.
با شوروی و با پراودا بدند. در برخی توالت‌های عمومی به جای دستمال کاغذی شاید به عمد پراوداهای کهنه را می‌گذارند. اما در روسیه، بلاروس، اوکراین، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، داغستان، ارمنستان، قزاقستان، خودم شنیدم که بیشتر مردم گذشته رو ترجیح میدن. قدیمی هاشون از پراودا تعریف میکنن و میگن ما با پراودا هم شاد میشدیم، هم میاموختیم. کم نبودن جوانانی که میگفتن اینطور که ما از پدر و مادرامون میشنویم اون زمان خیلی بهتر بوده. استدلال کسانی که از اوضاع کنونی مینالند تنها شرایط اقتصادی نیست. گرچه از این نظر هم میگن مقدار پولی که در دوران پیشین داشتیم ناچیز بود، تقریبا هیچ، اما با همون مبلغ بسیار ناچیز و هیچ بهتر از الان زندگی میکردیم. علت اصلی نگرانی خودشون رو بی‌معنا شدن زندگی، رواج پوچی و بیبندوباری، گسترش طالع بینی و خرافات و مفاسد اجتماعی، پولی شدن علم و دانش و هنر، فقدان همیاری و مهربانی و نودوستی میدونن و میگن در گذشته شفقت رو ما حس میکردیم، مهربونی رو حس میکردیم، اما حالا همدردی با دیگران تصنعی است. پراودا به ما درس زندگی و رفاقت میداد، اما حالا بابوشگاه ها و ددوشگاه ها، مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها از تنهایی دق میکنن. احترام و مهربانی کیمیا شده. در گذشته ترانه های رادیو، تلویزیون، فیلم هایی که میدیدیم، پراودا که میخوندیم، همه آموزنده و پربار بود. چیز یاد میگرفتیم. مدارس و دانشگاه ها هم بهتر بود، پولکی نبود. الان برای بچه های ما پوشکین و تولستوی و داستایوفسکی هم خیلی آشنا نیست. اون وقتا شاد شاد بودیم، اما الانه مافیا و فحشا در خونه ما را داره میکوبه. چه جاییست برای شادی؟ بعد از انحلال حزب کمونیست از سوی بوریس یلسین و در پی توقیف اموال اون، سردبیر وقت روزنامه پراودا گنادی سلزینوف اون روزنامه رو به چند سرمایه گذار یونانی به ظاهر کمونیست فروخت. البته حزب کمونیست فدراسیون روسیه سال 1997 مالکیت پراودا را دوباره به دست آورد. پراودا پیش از فروپاشی شوروی 300 عضو تحریریه داشت که امروز فقط 14 روزنامه‌نگار در اون کار میکنن. در پایان نکته‌ای رو اضافه کنم و اون این که خوب از پراودا یاد بگیریم. چی رو از پراودا یاد بگیریم؟ در 100مین سال تأسیس روزنامه پراودا اعلام شد که تمام نسخه های روزنامه پراودا در یک قرن اخیر روی شبکه اینترنت قابل دسترس است. در ایران شماری از سازمان های سیاسی این کارو کردن، اما هنوز همه سازمان های سیاسی که پیش و بعد از انقلاب با حکومت وقت در افتادند اسناد خودشون رو که بخشی از تاریخ جنبش مردمی و انقلابی ایرانه در دسترس مردم قرار ندادن. مگه میشه تا ابد از فرازها و فرودها تفره رفت؟ تا کی مردم ما نامحرمند؟ ای کاش امروز و نه فردا. از اولین نشریه پیام خلق تا آخرین نشریه مجاهد، همه بدون استثناء و بی کم و کاست و نه با سانسور و نه با گزیده سازی های دلخواه روی شبکه اینترنت قرار گیره. چه مانعی برای انتشار این گونه اسناد وقتی قاتلین زندانیان سیاسی تمام نشریات و همه اون چرا که مردم ستم دیده ایران از اون بی اطلاعند و در دسترسشون نیست تمام و کمال در اختیار دارن؟ حق طبیعی مردم ایرانه که به اسناد تاریخ سیاسی کشورشون دسترسی داشته باشن و نشریه مجاهد بخش مهمی از اسناد تاریخ سیاسی ایرانه، چه ما با اون موافق باشیم چه نباشیم. من که دارم اینا رو میگم و شما که دارید میشنوید و میبینید، مگه چقدر دیگه زنده است؟ حد اکثر 50-60 سال دیگه غزل خداحافظی رو میخونیم و به قبار میپیوندیم. چی میگم؟ شاید 5 یا 6 ثانیه دیگه.
هیچ کس نمیتونه کی و کجا خواهد افتاد. ما میفتیم و میمیریم، اما نسلهای بعد یکی بعد از دیگری با هزار سوال از راه میرسند و بر سر سفره عمل کرده ما مینشینند. حق طبیعی مردم ایران است که به اسناد تاریخ سیاسی کشورشان دسترسی داشته باشند. Graj skrzypku, graj, przestano, swe serce daj i wrażeń moc, nie w skrzypce łykają, czarowne tango grają, za twoją grę. Dam życie sobie.